تصور اینکه میشه با هوش مصنوعی چه کارهایی انجام داد هم جذاب هم ترسناک. حالا شما دنیایی رو تصور کنید که دیگه از ما به عنوان نیروی کار استفاده نمی‌کنن. و سوالی که توی ذهن ما نقش می‌بنده اینه که دست آخر AI ها توی زندگی ما چه تأثیری خواهند داشت؟ سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به این ویدیوی جدید ما. جدای از این حس و حال عجیب، نظرتون چیه که برنامه ها و سایت هایی که از هوش مصنوعی استفاده میکنن رو بهتون معرفی کنیم تا زمان انجام کارهای شما کمتر بشه؟ البته باید بگم که بیشتر این برنامه ها نسخه رایگان رو دارن، اما برای دسترسی به قابلیت کامل اونها باید هزینه کنید. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. همین الان توی ذهن چی میگذره؟ تصور آینده، رانندگی، گیم زدن یا هر چیز دیگه؟ با استفاده از سایت runwayml.com میتونین یه ویدیو ازش داشته باشین و برای همیشه پیش خودتون نگه دارین. این سایت خوراک کسایی که دنبال کارهای تولید محتوا هستن و با یه روش ساده میخوان تولید ویدیو کنن. بین دنیای از سایت ها و اپ های تبدیل متن به عکس به کمک هوش مصنوعی به نظرم کلیپ بورد خیلی کاربردی تر و حرفه‌ای تره. از ویژگی های جالب این سایت اینه که علاوه بر قدرت خوبی که توی تولید محتواهای تصویری داره، قول ادیت عکس هم به حساب میاد. حالا از تغییر سایز عکس گرفته بدون افت کیفیت تا نورپردازی خیلی حرفه‌ای تر از همیشه روی عکسایی که حتی کاملا ضعیف باشه. ادیتورها حتما تستش کنید. به شخص خودم طرفدار عکسای عجیب و غریب نیستم، اما حالا که هوش مصنوعی بیشتر شناخته شده، بعضی ها دوست دارن که عکسای معمولی خودشون رو تبدیل به عکسای خاص و یکم متفاوت کنن. برای این کار ما به شما پیشنهاد میدیم که از سایت instagram.me استفاده کنید. کافیه که عکس خودتون و استایلی رو که میخواین اعمال کنید رو انتخاب کنید و کار تمام شده است. دیگه گمون کنم شما هم با این قضیه درگیر شده باشین که علاوه بر منوی رستوران ها و اطلاعات محصولات و غیره، حتی کارت ویزیت ها هم به QR کد ها بسنده کردن و دیگه خبری از اطلاعات اضافه نیست. حالا به نظر شما راهی وجود داره که این کدهای خسته کننده یکم جذابتر به نظر برسن؟ بله، جوابش پیش ماست. همین الان سایت qrcrafts.xyz رو باز کنید، QR کد مد نظرتون رو ثبت کنید و با استفاده از کلی ویژگی های جذاب اون رو درست کنید و خیالتونم از بابت اسکن کردنش راحت باشه، چون مشکلی براش پیش نمیاد. فقط این رو بهتون بگم که این سایت رایگان نیستش. اگر از دنبال کننده های قدیمی 19 کاره باشین، یادتون باید باشه که ما اپلیکیشنی به اسم ریفیس رو برای تغییر چهره بهتون معرفی کردیم. حالا این اپ ترکیب کامل تری رو به همراه هوش مصنوعی پیشرفته تر به همراه داره و شما میتونید با استفاده از ویدیو هم این تغییر چهره رو انجام بدید و حتی لازم نیست که از قالب های پیش فرض هم استفاده کنید. یک تجربه جذاب برای سرگرمی این سایت. شما عزیزان از ما سوال کرده بودین که ساعت‌های مثل میبرو، هایلو
بهترین نرم افزار ساخت عکس به کمک حالا تایپ متن یا حتی استفاده از عکس‌های دیگه برای تولید محتواهای تصویری که کاملا رایگان هم هست، سایت دیفینیشن بی هستش. و باید بگم که این سایت نسخه مک او اسش عرضه شده و قرار که به زودی نسخه ویندوز اون هم عرضه بشه. یک اپ خیلی جذاب برای گرافیست های عزیز هست و جالبه که آفلاین هم کار میکنه. و اما یکی از کارهایی که همه دنبال تست کردنش هستن اینه که کاراکتر اصلی رو بتونن توی ویدیو به کمک هوش مصنوعی جابجا کنن. فرض کنین شما یک ویدیو دارین از خودتون که میخواین کاراکتر اصلیتون رو با یک آدم فضایی یا حالا ربات جابجا کنین. چطوری میشه این کار رو خیلی سریع و ساده انجام داد؟ راه حلش چیه؟ فقط کافیه که مرورگر گوشی یا کامپیوتر خودتون رو باز کنید و وارد سایت واندر داینامیک بشید. خیلی تر و تمیز این کار رو برای شما انجام میده و سورپرایز میشید. این یکی سایت رو خودم خیلی دوست دارم، چون علاوه بر اینکه خیلی قدرتمند و حرفه‌ای هست، میشه ساعت رو داخل اون چرخید و حالت‌های و محیط‌های مختلف هم داخل اون تستش کرد. کار این سایت هم به این صورته که توی بخش تایپ اون می‌نویسین که دقیقاً چه صحنه‌ای رو می‌خواید و خیلی در زمان کوتاهی برای شما اون صحنه رو خلق می‌کنه. علاوه بر اون فیلترهایی رو داره که باعث میشه شما روی حالا اون ویدیو و صحنه خودتون بندازین و حس و حال دقیق تری ازش داشته باشین. امیدوارم که این ویدیو برای شما کاربردی بوده باشه. کدوم یکی از این اپ ها و سایت های هوش مصنوعی نظر شما رو بیشتر جلب کرد؟ لطفا نظرتون رو برای ما کامنت کنید.